دولت بریتانیا با تغییر موضع خود به تعدادی از سربازان نخبه افغانستانی که در کنار نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان مبارزه کردهاند اجازه اسکان در این کشور را میدهد این تصمیم پس از رد درخواست های اقامت نزدیک به 2000 نیروی ویژه افغانستان معروف به سه شماره ای اتخاذ شده است به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید دولت بریتانیا در یک تغییر موضع جدی اعلام کرد که به تعدادی از سربازان نخبه افغانستانی که در نیروهای بریتانیایی در جنگ با طالبان مبارزه کردند اجازه اسکان در این کشور داده خواهد شد این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت پیشین بریتانیا درخواست های اقامت نزدیک به 2000 نیروی ویژه افغانستانی معروف به سه شماره ای را رد کرده بود این سربازان اعضای یگان های سی 333 و atf 444 بودند و به دلیل همکاری نزدیک با نیروهای بریتانیایی در معرض خطر شدید قرار داشتند. موضوع این کماندوها در فوریه 2024 و پس از پخش گزارشی از برنامه تحقیقی پانورامای بی بی سی درباره رد درخواست آنها به طور گسترده مطرح شد. لوک پولارد معاون پارلمانی وزارت دفاع بریتانیا در مجلس عوام اعلام کرد که بازبینی های جدید نشان می برخی از درخواستها به اشتباه رد شدند. او تاکید کرد که این موضوع به دلیل اشتباهات در نگهداری اسناد بوده و شواهدی مبنی بر سوء نیت یافت نشده است. هولارد افسود که تا کنون 25 درصد از درخواست رد شده مورد تجدید نظر قرار گرفته و پذیرفته شدند. همچنین برخی از سربازان افغانستانی به طور مستقیم از دولت بریتانیا حقوق دریافت می کردند و نادیده گرفتن این مسئله در روند بررسی ها منجر به رد درخواست آنها شده بود. این تغییر سیاست به ویژه پس از انتقادات شدید از عدم توجه به وضعیت این کماندوها امیدواری هایی را برای آنها ایجاد کرده است.